أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، صدق الله مولانا العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون. برادران وهمشيراهاي محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز هم بتوفيق الله سبحانه وتعالى برنامج خود را از تلویزیون جهانی پیام افغان آغاز کردیم. امروز 9 ماه اکتبر 2022 است. خداوند به خیر سر ما و سر تمام دوستان و مسلمانان و مردمان مؤمن و صحیح، خداوند به خیر تمام کنه، به صحت و به سلامتی. از آفات و بلیات ما و شما را نگاه کنه. کسانی که به پروگرام ما گوش میگیرن و از استفاده میگیرن، اونا را خداوند در حفظ و امان خود نگاه کنه. ما را و دین اسلام خداوند در امان خود از دست کسانی که به نام اسلام هستن ولی اسلام نیستن، از دست از اونا خداوند در امان بگذاره. وطن و مردم ما را و خود ما را در هر جایی که هستیم، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اولا حسب چی که داریم، امی چل حدیث امام نووی رحمت الله علیه را که میگه این ثواب یزی بسیار زیاد است، و ای را باز برای شما یه چیزی از این میخوانیم. بعد از او باز دیگه مطلب که گرفتیم او رو برتان میخوانیم، و در اخیر حمد و ثنای خداوند میگم. از خداوند راضی هستیم. خداوند اگر از پیش ما راضی شود خوش میشویم. خداوندا یا ارحم الراحمین، سر ما رحم خدا نازل بکنی که در راه دین اسلام ما کوشش داریم که به مردم یک چیزی را ارائه کنیم. خدا کنه که اونها گوش بگیرن و راه خدا را سر فکر کنن. عظیم لطف الله تعالی و فضله، عنوان حدیث شریف است که عظمت لطف الله و فضل الله، یعنی چقدر است که خدا چقدر لطف داره، چقدر عظمت داره در مقابل بنده های مسلمانش که به او ایمان دارن. و عن ابن عباس رضی الله عنهما، ابن عباس خب میفهمین که در بین کلانترین کسانی است در اسلام که نام از او ممتاز است، که رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دعا داده ای بچه کاکا و چیش هست و همراهش در یک چی سوار بودن، و باز برشان پیغمبر خدا چی ها کرد که ایچه جار برش نشان داد و دعا کرد برش. عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فیما یرویه عن ربه، رسول الله صلی الله علیه و سلم که روایت میکنه از پروردگارش،
یعنی یه حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله از خداوند نقل میکنه و را حدیث قدسی گفته میشود. حدیث هست لکن این حدیث قدسی است، دیگه حدیث آوری نیست بلکه حدیث قدسی است. اصل سخن الله سبحانه و تعالی گفته، از او رسول الله صلی الله علیه و آله گرفته است و او را برای مردم چی میکنه، یعنی نشر میکنه. یکی آیت قرآن است که حضرت جبرئیل علیه السلام میاد، او بسیار محکم و بسیار کلان و مقامش بسیار بلند است، چرا که قرآن است، آیات قرآنی است. اما یکی احادیث قدسی است که از ذات مقدس الله سبحانه و تعالی میاد به محمد صلی الله علیه و سلم در قلبش و او را بیان میکنه. حدیث این حدیث قدسی گفته میشود. ويكون معنى قول فيما يروي عن ربه فيما يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم لطف الله ومزيد خدا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيار زياد لطف خدا را بسر مسلمان واقعي اير بيان ميكنه ولطفش وفضلش وكرمش سر اي مردمي كي بخدا ارتباط گرفت و از خدا خواست و با خدا بود، ایر خدا ایر بیان میکنه رسول الله که خدا چقدر او آدمی مسلمانی پاکتینتی که خدا را دوست داره، از راه خدا پیش میره و در زندگیش او را بیان میکنه. فهمیدین؟ ان الله كتب الحسنات والسيئات. ای حدیث یه شروع میشه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قول تبارک و تعالی خداوند برش گفته که ان الله كتب الحسنات والسيئات، خداوند نوشته کده حسنات نیکویی ها و سیئات و بدی ها را نوشته کده، یعنی تقدیر کرده و ثابت ساخته در سابق علم خود خداوند. چی را ثابت ساخته است؟ او امر الحفظت بالکتاب، یا ایت معنا داره که حفظین کرام الکاتبین اونا را گفته که نوشته کنید، اونا را گفته، یا الله سبحانه و تعالی خودش در چی خود گرفته ایره. خب هر دو گپ یک معنا داره. قد اثبت في سابق علمه، در علم سابق خود خداوندی را ثابت ساخته است که چه رقم با مردمان نیک، مردمان مسلمان، مردمانی که خدا را میشناسه با عظمتش با او چه رقم لطف میکنه. یا برای ملک میگه که ملک حافظیه، حافظین است یعنی که نوشته میکنن، برای از اونه که نوشته کده باره از یه اشخاص ایچه او باز حفظ میشه در پیش چی لوح محفوظ. ان الله كتب الحسنات والسيئات، خداوند حسنات و سیئات نوشته کرده است. ثم بین ذلك، بعد از او بیان کرده سورا، فمن هم بحسنات، کسی که قصد کرد اراده کرد به کارهای نیکو که او را خدا دوست داره، او کارها را نماز بخوانه، خدا را یاد کنه، سر کسی ظلم نکنه، تهمت نکنه، دروغ نگویه، راه دین را چی مسجد باش خارج مسجد راه دین تعقیب کنه، ای تو کارها را بکنه، ای تو نباشه که در سر مسجد بشینه با ضد دین کار کنه، او رقم کار نارواست و او را خداوند دوست نداره. فکر شما شد؟ همه گفته همه به حسنت، قصد و اراده کار نیکویی که مورد قبول خداوند است، او رقم کار در دنیا اجرا می نماید که نمی دنیا جای آزمایش است. ولی بعد از این خو یکی چی است؟ یک دنیای
یعنی وقت عمر بی وفاست. ای از بین میره آدم میمره. یکی چی است که عالم برزخ است. بعد با عالم برزخ. عالم برزخ بین عالم چی است بی وفاست و یک عالم دیگه میه که دائمی است. ای عالم عالم موقتی است. دیگه عالم میه که در او مرگ نیست. در او صحت است، سلامتی است. اگر کسی که در اینمی دنیا امی کارا را انجام بده، کارای حسنه نیکو را که بدبین نباشه با مسلمان، خراب نباشه با مسلمان، ای رقم باشه، ای رقم باشه، ایتر کارهای غیر اسلامی را به نام اسلام نکنه، به نام اسلام کارهای غیر اسلامی را نکنه. مثلا ما امشب امی چی صوفی های چی را دیدم، صوفی های طالبارا، یعنی به اندازه یعنی قابل چی هست که انسان اگر عالم باشه و مسلمان باشه هیچ وقتی تو مردم اجازه نمیده که تو کارها رو بکنه. یه حسنه نیست، سیعه است. تو میده و ریشش از ریش مکده دراز، از ریش مکده سفید و کلان، همه تو رقص میکنه، همه تو چی خیالشان که نمی عبادت است. یکی میده و دیگر می چی میکنه، از او رو تله میکنه و دیگر یک بازخه ایتی یک چی هایی میکنه ایتر میکنه. ای خود ده هیچ جای قرآن نیست و برادر ها ده هیچ جایی که رسول الله صلی الله علیه و آله نگفته که شما ایتو مستی و چی بکنین، خیز بزنین و قرتک بزنین و ایسو برین. ایسو ای عباده، ای عبادت نیست. طالب ها اگر مسلمان است که اینوینا رو بند کنه، ای چی میکنه؟ ما خو پیروی قرآن و سنت رسول الله هستیم. اینی ترکت فیکم ما این تمسکتم به ما لن تضلوا کتاب الله و سنتی. ما بین شما دو چیز ما نیم، یکی قرآن یکی سنت. که در قرآن میگه ای تو عبادت بکنین که چشمتان طرفی جایی سجدیتان و دیگه طرف سیل نکنین، دیگه طرف چی نکنین، یک بدی ای رقم عبادت بکنین. ای چه عبادت است؟ خیز میزنه و طرف قرد بزنه و تو مده و تو دیوانه است. بیبی ابو ریحان بیرونی یک عالم بسیار بزرگوار در وقت چی محمود غزنوی، در وقت محمود غزنوی امرایش یک جای بود، بسیار کلان عالم بود ابو ریحان بیرونی. یک نوشته کده که صوفی که اینا میگه ما از اهل صفه گرفته شدیم، درست اهل صفه بود در وقت رسول الله صلی الله علیه و آله. اول غریب و بیچاره بودن، آمدن پشت رسول الله صلی الله علیه و آله، ملک خدا، وطن خود را همه گیره به نام خدا برای دین مصطفی صلی الله علیه و آله آمدن و کاریاف نمیشد. در اون یک صفه بود، در اونجا مردم یک چیزی نان می آورد، سر یک چی می انداخت، اونا می گرفت یا نه هیچ سیر نمیشد. با محالت بود، لچم به کالا نمیداشتن، بعضیش بعضیش یک رقمی دیگه بود. با محالت اونا هر روز از رسول الله صلی الله علیه و آله درس میگرفتن، تعلیم میداد. میگه تعلیم دادید نیست. خندید میگیره از این رقم مسلمانایی که اینا هستن، تعلیم نیست. همه تعلیم از رسول الله صلی الله علیه و آله میگرفتن، هم از دنیا تیر شده بودن. خدا فدای دین و فدای علم و فدای اینه می کرن. ایره ایره باز چی می کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ اینا را بسیار محبت نشان می داد. چی نشان می داد؟ الله سبحانه و تعالی سرش امر بده که او محمد صلی الله علیه و سلم چشمت از سری از اینا او طرف دور نتی. اینا دوست هایم هست، خداوند اون منا را دوست داشت. ای ابو ریحان بیرونی میگه ای مردم صوفی از اینا نیست. صوفی واو داره، صوفی. اونا اگه جمع شوه صوفی میشوه، اهل صفه صوفی، صوفی نمیشوه. پس ای صوفیگری از اسلام نبر آمده.
ای از یونان آمده، از هندوستان آمده، از این جایها آمده، این شما به دین اسلام داخل نکنید. یعنی تو واضح میگه، ابو ریحانی بیرونی برتان میگه. ما در این باره چند سال پیش قریب دفعه ما گپ زدیم سریزی. یعنی انسان مطابق قرآن و سنت عبادت کنه. این رقم خونه میشه که یکی دیگه دست پر تو بدعو با چی گو باز بیا اهرمان و چی کردیم عبادت کردیم، ما صوفی هستیم، مسلمان هستیم، ما فلان هستیم. صوفی رقم اسلام نیست. رقم هر چی که هستین هستین، مگر ای بسیار میگه مردمانی که چی بگوه سلفی خدا بگوه، او بیچاره سب خدا میخواه که عزت سلف صالح حکی کنه، نامی از اونا رو سر خود میمانه، یا پیروی روشی از اوناست که صفاتی از اونا در قرآن کریم آمده است که به تمام جهان اسلام تطبیق بردن ای صحابه کرام، اینا او رو میکشه. ای چی رقم مسلمان است؟ میگه در لغمان یک جای کسی انداخته بده کدام دختر آقایی، دیدن که بسیار علمای ربانی و علمای خوب در اوج غلطیده و کشته شده. خدا رحم بکنه برادر، ای چی حال آمد؟ ای چی رقم شد؟ این باید که این رقم مردمی که مسلمان میکشه و چی میکنه، این باید جلوش گرفته شود و هر رقمی که میشود. این حسنات نیست، این سیئات است. یعنی پیغمبر خدا چی میگه؟ پیغمبر خدا میگه که ان الله کتب الحسنات و سیئات، حسنات و سیئات. ثم باید فمن همه به حسنات، کسی که یعنی اراده کرد و قصد کرد به کار حسنه، که همون رقم که مطابق قرآن و سنت است، همون رقم عبادت میکنه، نه دیگه رقم. فلم یعملها و او را نکردم که کتب الله عنده و حسنت کاملتا. او قصد اراده داشت، اما یک حال به سرش آمد یا چی آمد، نتانست که همون کار بکنه. خداوند او را یک حسنه یعنی برش نوشته میکنه. یک خداوند مهربان است، چون نیت داشت، قصد داشت که همون کار نیکو را انجام بده، لیکن یک چیزی برش پیدا شد یا چی شد نتانست، خیر است. الله سبحانه وتعالی حسنه کامل برش نشته میکنه. ببینید خدا چقدر مهربان است، به شرطی که او چیز مطابق امر الله باشه، قرآن باشه، مطابق حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، این رقم باشه. نه که از پیش خود بخه غرد بزن و برد و بزن و ها و هو ما صوفیستم. خدا نگاه کنه، پروردگار عالم مردم از این تو حالت خب این میگه که همه به حسنت، یعنی قصد داشت که حسنه کار خوب انجام ده، فلم یعملها او نتوانست که امرو کتب الله عنده، چون نیتش بود. یک مریضی برش پیدا شد، یک حالتی برش پیدا که نمیتوانست امرو کار بکنه، خداوند او رو در حسنات کاملش حساب میکنه. خدای مهربان است. ببینین برادرها، و این همه بما ها و این همه بها فعملها فکتب الله کتبها الله عنده 10 حسنات. اگر یک کار نیکو رو بگه که در راه دین خدا باشه، از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله چی شده باشه، بیان شده باشه، مردم را سالها و قرنها گرفته، همون رقم یک عمل انجام بده، همون رقم یک عمل انجام بده، خداوند 10 حسنه را برش نشته میده. او خود یک حسنه را میگیره، الله برش میگه ملک نشته که 10 حسنه، 10 حسنه برای از او نشته میشه. ایقا خداوند دوست داره کسایی که در راه نیکو، راه نیکو را میفهمید، مطابق احکام الهی نماز بخوانه، مطابق احکام الهی کار بکنه، زکات بده،
روزه بگیره، صدقه بده و مثلا در راه خدا باشه، یعنی به این رقم که بود این راه خداست. یک عمل که انجام داد مثل عزیز که ده عمل انجام داد، خدا ده درجه بالا برش اجر میده. این روز آخرت از حساب کتاب هستی الله سبحانه وتعالی ده درجه برش چی میده؟ کسی که یک کار الى 700 ضعف، یعنی تا به 700 مثل، ضعف یعنی مثل 700 چند امی برش خداوند می، تا 700 چند خدا اقم میروان اق سخی اقدر مثلا چی است که تو یک عمل نیکو کدی در راه خدا، یک عمل نیکو کدی در راه مثلا یک جای چی است خراب کار هست اونجور بند میکنه در اینجا استاد میشه در مقابلشان. یک آدم کاری خراب میکنه مثل این صوفیا، این بند میکنه میگه این نارواست، این رقم عبادت در قرآن نامده، اسلام نیست، در هیچ دین نیست، این چی رقم چی است؟ این یک حسنه است که میکنه. اگر یکی رکعت این برای زیست 700 700 700 چرا مثل امی کار نیکو خدا برش نوشته میکنه از 10 تا 700 الى 700 ضعف. ضعف یعنی مثل اموس 700 برش امی نیکویی رو برش نوشته میکنه که بسیار گناهش رو میبخشه. عنده حسنات کاملت و این لم و این همه بیا فعملا کتبه الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف تا 70 مثل امو حسنه خدا برش میرسانه. ضعف یعنی مثل امو الى اضعاف کثیره تا مثل های بسیار زیاد از او که هم میتر. و این همه به سیئت و اگر قصد به سیئه که سیئه یعنی می رقم عبادت صوفیا میکنه صوفیای طالبا و این همه به سیئت امی رقم سیئه کنه که بخیزه آدم او سوتی لبته ایریس و بازی کنه و ای خونه نه عبادت هست نه صوفیگری است. صوفی رقم اگه باشه رنگش ده گر ایچی رقم صوفیگری است؟ خیز میزنه سر یکی دیگه او رو چی میکنه او ریش صفحه چی همه گی دیوانا واری قرد بزن و چی بزن. میرن مردم که در عبادت میروه ای رقم کارا رو نمیکنه. ای خورش خندیست ده اینا ای را عبادت میدن. لا حول ولا قوت الا بالله. و این همه به سیعت اگر به یک معصیت یعنی چی کنه قصد کنه که یک معصیت را فلم یعملها کتب الله عنده و حسنتا کاملا امیر چی کد پسان دلش گرد که خدا امیر را نخواسته بیا همی کار را نکن. یعنی بیوی گشت از گپش یک کاری بده یک کاری بده نکرد. کاری بد عام است، هر چیزی است، زنا است، دزدیست، تباهیست، این چیزا است، این چیزا را همیشه یعنی اعلام میکنم. هلو؟ ها؟ چرا؟ اینترنت؟ آل اینترنت خب بند شد اینترنت ما؟ خواهی ای را چی تو کنیم خواهی؟ یا خدا تو بکن. هلو؟ خواه
شروع شد پس شروع شد خیر و اینی آخر خلاص جور شد برادرها یک چیزی خرابیده چی آمد خوب پس جور شده انشاءالله خدا رحم کنه خوب بر صورت نمیدونم که چی رقم است فلمی کتب الله عندي و حسنتا کاملتا یک کار بده اراده میکنه باز پس از او میگرده در نیمی را پس میگه نه این کار خلاف شخص خلاف امر خداست یعنی ای از این پس میگرده صغیره تن کانده و کبیره ولم یعملها خوفا من الله تعالی از ترس خداوند امی کاری را که میخواه بکنه او بد است از را پس میگرده میگه این کار خلاف خداست این ای رقم ای را الله سبحانه و تعالی چی میکنه ولم یعملها خوف من الله از ترس خداوند نمو کار نمیکنه کتبه الله عنده حسنه خداوند امی عملش یک حسنه کامل برش نوشته میکنه نیتی بدی را کده بود در نصف را پس گشت از ترس خداوند امر خداوند قبول میکنه پس خداوند ایره چی میکنه یره میبخشه الله سبحانه و تعالی او را بسیار یعنی چی میکنه یعنی حسنه کامل برش نوشته میکنه یک کار نیکوی کامل به نامش نوشته میکنه که در نیمی رای پس گشته و این همه و اگر ایتور کرد که ایتور کار کرد و این همه و اگر ایتور کار کرد فعملها اگر امی کار بده کرد خداوند یک بدی را پشتش نوشته میکنه زیاد نکرده یک تکده پس یک بدی را پشتش نوشته میکنه این روایت که رواه البخاری و مسلم فی صحیحیهما بهذه الحروف این بخاری و مسلم بی در این سه گناه یک تا نوشته میکنه وقتی که از راه بس میده کار بد است فحشاست دزدیست ظلم است، دو زدن است، بد کار کردن است در این الله سبحانه و تعالی چی میکنه؟ یک بدی برش نوشته میکنه اگر گشت حسنه برش نوشته میکنه هیچ بدی رو برش نوشته نمیکنه این حدیث ها در بخاری و مسلم در حدیث صحیحه است که نو ذکر شده ای شما ای را معری چی کنین هر وقتی که یک کار بد عزم میکنین باز یک فکر بکنین که همی کار رواست یا نارواست اگر در فکرتی آمد که ای خو نارواست چرا من ای را بکنم پس بگرد حسنه برد نوشته میکنه خدا اگر رفتی کردی او را یک سیعه برد نوشته میکنه دیگه یعنی نکن و این لطف خداوند سعی که در این سه چیز زیاد برد نوشته میکنه که تو رو دوست داره که از راه برگشتی که من این کار رو نمیکنم فکر شما شد یعنی این حدیث در بخاری و فانظر یا اخی وفقنا الله یاک لعظیم لطف الله ای برادر میگه خوب گوش ده بگی ای برادر ای خواهر ای مادر ای پدر همه تان فکرتان میگه وفقنا الله و یا خداوند توفیق بده به ما و به شما الى عظیم لطف الله که با عظمت این لطف خدا را ما به دست بیاریم و تأمل هذه الالفاظ و تأمل کنیم به این الفاظی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده در حدیث قدسی
وقوله عنده إشارة للاعتناء بها. عنده عنده يعني بنزد إشارة باعتناء كردان بايكار. وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. بصورة كامل إليتنا يجتمع بصورة كامل معناش اعتناء ميكونا بي كي كار خوبي كرده. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها وقفتها در بكار بدي كي هم قصد و اراده و کردن یو کار کرده باز ترک داده او را. کتبه الله عنده حسنه، خداوند او یه حسنه کامل نوشته کرد. این لطف خدا چقدر زیاد است؟ اینه که زیاد نوشته کرده حسنه کامل، حسنه کامل. فاکدها بکاملت، یعنی تاکید کرده به یک کار بسیار مکمل. و این عملها و این عملها کتوا سیعتن، و اگر کار بد کرد بیگه خداوند یک درجه گناه برش نوشته کرده. فا اکده تقلیلها بی واحده، یعنی تأکید کرده کم بودن اجره به یک گناه. ولم یوکده بی کامله، یک گناه کامل هم نکرده، یک گناه گفته کرده. فالله ولله الحمد والمنه. ای کارا را که الله سبحانه و تعالی کم سر یک آدم چی میکنه در اول که گناه نکنه چی نکنه، آستا آستا سر ازی رحم میکنه. فاکد تقلیب و ولم یاکد بکاملت، فالله الحمد والمن سبحانه لا نحصی ثناء علیه و بالله التوفیق. یعنی ثناء و حمد ما به خداوند است که همه توفیق و چی از طرف الله سبحانه و تعالی است. بیان مقدار تفضل الله عز و جل علی عباده، فضل خداوند سر بنده هاش. ان من هم بحسنت کتبت له حسنه، کسی که قصد حسنه را کنه و نکنه هم حسنه را، قصدش را کده و نتانست یک کار دیگه برش بده، امون یک حسنه کامل برش نشته بود، امرو نا کرده امرو کاره که امیر قصد کرده، امیر خداوند حسنه کامل برش نشته میکنه. لان الهم بالحس سبب الى عملها و سبب الخبر و سبب الخیر خیرون. کسی که سبب خیر میشه و هم خیر است، هنوز او را انجام نداده لیکن او را الله سبحانه جلوی خیر کامل میگیره. و ان من هم بسیئه، و کسی که یعنی قصد کرده به یک کار بد، ثم رجع عنها لله تعالی، از خاص از ذات خداوند از این کار دست میورداره، این کار باز نمیکنه، ها رجع عنها لله تعالی، نه از بده کدام گپی دیگر، فقط به غرضی از اینکه از خدا حیاش میه. ما باید از خدا حیا کنیم، ما رو پیدا کرده، ما رو میبینه، هر لحظه زیر نظر خداوند هستیم. از این اصحاب خداوند بند میکنم این کار بده. کتبت له حسنت، یک حسنه برش خداوند نوشته میکنه که این کار نکرد. یعنی رجوع و علی العزم علیها خیرون، زیرا از این کار که پس به طرف خیر عزم کرد این خیر است. فجوزی فی مقابلتی به حسنه، مقابل حسنه. یک آیتی دیگه است که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک بمن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، به دست خدا خیر است. هر وقتی که شما همی آیت میخواهید میگه خدا از اون خیری که داده است نصیب ما کن. اینمی گپی که ما میزنیم در راه خدا، این خیر است. این خیر کی میته؟ بیادی کل خیر، خیر به دست خداست، او داده که ما را به این وظیفه چی ساخته. فکر شما شده نه، هر کسی که خیر میکنه بیادی کل خیر، به دست خداست خیر که به کس داده. یک اندازه ای آدم باید خدا را بسیار عزت بکنه، خدا را هر وقت یاد بکنه. لله الامر من قبل و من بعد،
خدا همه چیز به دست خداوند است. خدا را بشناسه به وحدانیتش. خدا سه خدا نیست. خدا قل هو الله احد چی معنی داره؟ قل هو الله احد یعنی خدا یکی است. خدا طاق است، یعنی طاق جفت نیست دیگه. همه مخلوق جفت است. سوره یاسین میگه که ما خلق کردیم هر چیز رو جفت، یعنی هر چیز جفت است. اما یک الله سبحانه طاق است. قل هو الله احد لم یلد، از کسی پیدا نشده که مادر داشته باشه. ولم یولد، هی واز نات بیگاتن، ای از کسی دیگه پیدا نشده و نه از پیش ازی کسی بگت، کسی از پیش ازی پیدا میشه. ولم یکن له کفوا احد، مثل ازی هیچ چیزی در کائنات نیست، در دنیا نیست، در آخرت نیست، در چی نیست. باید ما خدا را به این رقم بشناسیم. همه رحمت، همه چی به دست خداوند است. اگر کسی در راه خدا برابر باشه، اگر نباشه خاک سرش میشه که چی خدا ای تو نام کنه و اون تو نام کنه. هر چی که بگه که ما هستم و نیستم، ما هستم نیست، هیچی نیست که زیر امر خدا باشه. خداوند به ما قرآن روان کرده و قرآن کلام خداوند است، الله سبحانه و تعالی است. اگر شما عبادت میکنین مثل قرآن وری عبادت کنین که چشم خدا از جای سجده خود اونتر بالا چی نکنین، این که خیز میزنی و قرط میزنی و چی میکنین، این چی رقم عبادت. این باید جلوگیری شد برادرا، این کار بسیار بد است. و ما ببینین راجع به تعلیم نسوان، اینی کتاب ما در پاکستان نوشته کردیم، این کتاب ما در پاکستان نوشته کردیم، دی خزی لیکلوس نارواگنی، حق دی حق فتوار اکتینی زواب چه دی خزی لیکلوس نارواگنی او دی خزی یولر مهم حقوق و جایب لیکن که پوهان محمد اساق حسین خیل نمالی کلی دا کتاب آلت نشب سوی دا دیر خلکو تا رسیدلی دا او دا دا اغا دا 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 دیر خو کتاب دا این دا گوره سی دا چا لیکلی دا زب آلت مشهور سوی او ما پا دی بانی سی دا عالم دا ما تا دو نفر راغل پا یو پانتون که می درس ورکاو دا وزر وی دا غطه امزاو که مال دا چی شای دا وی دا دا غا شای دا دا می سی واقسه سی او کتم ولی نه دا زولو ما گوره مه زد آغا سی زر امزا نکو مال تا آلت ولی دا سی دیر امزاگانی پا کسی وی دی دا از مزاگان مزتاب سخم دی خلق دا چا لیکل خلیفه عبدالواحد نقشبندی عفی عنه، یعنی دا دی سری لیکل دی شزو لپاره خلیفه عبدالحمید نقشبندی، یعنی دا هم دا صوفیو دا کتاب لیکل دا دا لأکول خطک لگنا دا سی خلق دی سی بلکل و خزا یا دی کور ده یا دی اغا ده یا دی گور ده دا دیره و ناجایز خبر بی ارزش خبر ده سدا یا بومی خلکونه دا شای وزی او دا شای تکلکونی سی سنا دا خزا خوزا نمنام سی تعلیمو کی تعلیم پا قرآن که نستا پا وصوه و نه او یا جای قرآن کریم که دا تعلیم ستا زودا لکلی میکردی دا طول تست و لستای سما، مگر دا دی خدای لار نده مسلمان دسه نی دا نا پیغم زده دا غدی امزاگانی دی سیاوغانان ارتکلی اگه وقت که خوب پاکستان که اومنگا دیو المولی سے محمد نبی او دیگا بل 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 نا امزاگانی ارتا کلی دی خواگوی ندلی دلی ما خدا سے ہم لوگ ما دا کتاب لکا
دا ټول شیان می رد کړه هلته کتاب خانی دی ډیر ښه هغه دی ټول می ولټول هغه ټول شیان می ولی چې دوی څه وایي او په کوم دلیل دا وایي دا غلط ده او دا کتاب می ولیکه بیا هلته ما د پیر صاحب ګیلانی په دفتر کې او هغه نشریاتو په هغه نشریاتو کې می نشر کړ دا مشر زوی چې ده دا ډیر ښه پوه سړی ده د پیر صاحب دا ماته ویلي وخندل په لوی مجلس وایي پوهان صاحب تا خو زه مسلمان کړم ما له خلک تا ته راځي چې مسلمان تله ماته وایي دا ما وخندل مجلس ووایه وایي نه دې سړی ویلي چې ښځې تعلیم روانه ده او تا ثابته وي چې ښځې تعلیم روانه دی هېڅ هغه نشته په کې دا کتاب دې ولیکه خیر ویسي بیا مې یو کتاب هغوی ته م ورکړه او څه مې ځان سره راوړه او څه دې را سره دي عین دلته مې راوړي دي فکر دې ده دا ناروا چې دوی وایي دا ناروا د ښځې تعلیم دا عکس د هغه کوي په ټول کتابخانې دي هلته ډېر صحیح قوي علمونه دي دا ټول مې ورته تطبیق ورکړه هغه ورکړه دا خبرې ټولې غلطې وې دا د یو ناپوه خلکو خبر وه دا دا ومنئ تعلیم د ښځو د نارینهو د تعلیم دا ډېر وایي من تعلم القرآن وعلمه په قرآن کې راغلی څوک چې تعلیم د قرآن وکړي او علمه بل چاته یې وښیي دا بهترین مخلوق زما ده او بهترین دوست زما ده الله سبحانه وتعالی الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان ده تعليم نده الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وده قصة ده والنجم والشجر يسجدان ولا قصرات الرغلة ده قصة تاستكم يوسري الصحابي أبو سعيد الخدري نبيجي آغا د شپې خوب یې لیدلی ده چې زه له خدای نه غواړم چې یو دوه رکاته د سبایي د وخته زه جیک سم لمونځ وکړم او الله سبحانه وتعالی ته زاری وکړم دا خوب کې بیا الله سبحانه وتعالی سبایي کېږي او دا هلته عذر کوي زاری کوي سجده کوي ګوري چې د شاته یو 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 ونه هم سجده کوي یو ونه هم سجده کوي او هغه ونه دا وایي چې ای رب العزته ما خو په دغه وخت کې ته اسمان د دنیا ته راځې ما دا سجده وکړه تا ته ته ما ته دا نعمت راکړه دا راکړه ما باندې هغه مه کوه ما باندې ډېر زر رحم وکړه او ایا الله هغه نعمت چې تا داود علیه السلام ته ورکړی و او داود علیه السلام وروسته بل هغه ته دې ورکړی هغه پیغمبران له هغه نه ماته خو هم لږ شی راکړه ونه وایي په سجده کې دا خبر کوي دا ورته غوږ نیسي چې دا څه رقم شی ده دا هغه هم سجده کوي یعنی ونه هم سجده کوي قرآن کې وایي نجم و شجر یسجدان ویلي نه دي په قرآن کې خو ویلي دي نجم و شجر یسجدان ټول سجده کوي خو موږ یې نسو اورېدلی دا اورېدل به راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي چې والله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما داسې خوب ولیده داسې خوب ولیده ویل ډېر ښه خوب دې لیدلی تر اوسه پورې نه چې قرآن کې وایي چې هر شی علم ته ضرورت لري ینا غسی غدا زبنه لري غنه لري یعنی تا ته په حقیقت کې خود رخو دلې دسی و مسلمانانو تاسې دعا غانه وکي علم زکی له خدای نه ویریږي دا سره هم خلق دي چې کله تعلیم ناروا ده په کوم آیت او حدیث باندې ناروا ده یا پروردگار ته لطف وکې په دې امت باندې دا امت اسلامی مخرب ہے دا لبی خریشین خرابی دا دس خرابی گی سے لہر اغن دا بدتر خرابی گی لدی پدی لارا باندی
فکر وکړي لږ ذره، توبه وباسئ. ښه، نو خدای پاک مونږ او تاسې ټول په خپل امن و امان کې وساتي. الله سبحانه وتعالی دې رحم وکړي په مونږ. یا پروردګاره ته رحم وکړي، له داسې حالت نه مونږ وباسي. درته ما یو بل شی لیکلی ده، هغه هم تاسو ته وایم چې هغه ما دغلته ایښی ده. ښه، دا وایي چې علم دا ګوره، دا دلته ده. هغه وایي چې دلته علم نشته. علم چیرې؟ څنګه نشته؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا بكل من عنده ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ولقد آتينا داود وسليمان علما. شاور ترك خدا ورت علم وركله. نون والقلم والما يسطرون. وقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ده اقرأ أمر، ده امر افاده دی، وجوب کوي، یعنی وجوب فرض، یعنی یو بل رقم فرق لري په اصل کې فرق لري. و اقرا اقرا یعنی ولوله، امر در باندې کوي خدای. اقرا باسم ربک الذی خلق، په نام دی هغه خدای چې تاسو خلق کړی است، کنه. اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، يعني دي قلم علم، قلم باندې علم اغه کیږي خبريږي. قلم دي او علم خبري دومره اشاره ورته کوي خدای په قران کې. دا وایي په قران کې خو علم نه درغله، نو څه څنګه ورسره کوي؟ دا څه رقم خالق دي؟ سبحان الله. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مدر ما 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 يعني مور لك مدرسة غندي ده، وخص مور دي تعليم يافتوا فهميدوا زويم بيوشي باني بيجي. أدي مور خبري هيتش كلا نيري حسام سترا غرازي مسلمان رازي زمني. وأم مدرسة إذا عادت عادت شعبا طيبا العراقي. قول لا حول ولا قوة إلا بالله. كتب عليكم توحيد، كتب عليكم توحيد، توحيد تستغرسوا ووصوا ونهى أويا مرتبة علم ذكر سوف فعلم أنه لا إله إلا دانا ذا. وي في القرآن كعلم نستا فعلم أنه لا إله إلا الله. دا شيء ذا علم، علم واس بلا اله كيسير وي لا اله الا لا اله الا الله يا الله الله فاعلم. علم ذكر دي خداي مبارك صفاتي وغورا تمام اغي وغورا. دا دا وقت بيت لا اله الا سي بيجي في معنى بني فاعلم انه لا اله الا الله. علم الانسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. داي ويل دي كنا اللي يتفقه في الدين ولا يخل ولا نونو. فار صورت گرانو و محترم ورونو، تاسو پا آل راسي پا حال تاسو کستي. تاسو رقم اسلام ده چه تاسو یاد وي چه ده تعلیمات ورکا وي او اغتا تعلیمات ورکا يو اغته مور کوي. دا خو ښځې دي، ښځې دا دي ښځو په باره کې زه درته غږېږم. ګرانو او محترم ورونو، غوږ ورته ونیسه. یا پروردګار، ښه خو سم سوته هغه لیکلی و که نه؟
زه تاسو ته یو بل شی وایم چې هغه زه دوه جایو کې خبرې کوم. هغه یو جای مې راوړی ده دلته، خو نه پوهېږم چې چېرې مې کېو. هغه شی خو ایره نه یمون نه ایره نه یمون د کجا مون. افسوس دا ډاکټر یوسف قرضایی بیچاره وفات شو، خدای دې وبخښي. خو ډېر جید عالم هغه و. په دې شیانو باندې ډېر ښه کېده بیچاره. یا یک جای برای شما میگم برادر و همشیرهای محترم، هر وقتی که از طرف شب خواب میکنین علمی چی را بخوانین، علمی آیه کریمه را که ما اول دیگه خواندم که آمن رسول ما انزل الیه من ربی و المؤمن کلون آمن بالله ملائکته و کتبه و رسلنا نفرق بین احد من رسل قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسب علیها ما اکثر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت الذين من قبل ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تردغ جابوري دا حاغ آياتنا دي سيب آخر دي أغيكي دا دوسة وفينزاتيا دو سد و هشتاد و پنج آخرین آیه چی است؟ سوره بقره. ایرا که شما پیش از این که خواب میکنین سه دفعه بخوانین باز خواب کنین. الله سبحانه و تعالی بسیار اجر میده و آدم بسیار فایده داره، چرا که این قصه عزیز خلاص ده ای است که که اینه در اینجا ذکر شده است که گفته است که فرفع جبرائیل بصره، گفته که از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت شده است، عنهما روایت شده است که قال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم عنده جبرائیل وعنده جبرائيل امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم جبرائیل علیه السلام چی نشسته بود گپ می زدن. جبرائیل سلام پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمد، میشه به شکل چی آدم انسان خود تبدیل میکرد، می آمد میشه تو قرآن کریم برش می رساند و گپ می زدن و چی میکردن. خب ایجام میگه که به این رسید، فورا فعال جبرائیل یک دفعه در آسمان یک آوازی بسیار قوی فشار آمد، یک آوازی بلند پیدا شد در آسمان. این جبرائیل سرم بالا سر کرد، فورا فعال جبرائیل بصره سبع نقیزا. جبرائیل سرم دید که چی یک آوازی بلندی چی آمد از آسمان، چی گپ است. فرفع جبرائیل بصره، جبرائیل علیه السلام چشمش طرف بالا گرفت که چی گپ است. فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. ای آوازی که
این دروازه وا شد اولین بار از آسمان به سوی زمین، اولین بار. فمن السماء ما فتح قط تابال، هیچ قط نشده بود. این ملک هم بسیار ملک کلان است و هیچ زمین نیده بود، دیت پایین نشده بود. این خداوند امر کرده که چی امر است؟ یعنی به تو میاره ای محمد صلی الله علیه وسلم، تو یعنی جان تو آماده بساز که این پیش پایین میشه. قال فنزل منه ملکون، یک ملک کلان چی پیش پایین آمد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. فأتى النبی صلی الله علیه وسلم، این ملک پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد. فقال ابشر بنورین، ما برات مژده میتم به دو نور خداوند به تو داد. بنورین قد اوتیتهما ولم یوتهما نبی قبلک، ای هر دو چیز به تو خداوند داد که به هیچ پیغمبری پیش از تو ای دو چیز نداده بود. این ملکی که با غروفش از بالا آمد ای رو گفت که چیزی برای تو روان کرده خداوند که به هیچ پیغمبری پیش از تو این دو چیز نداده است، این چیزی نو است که برای تو داده است که به هیچ پیغمبری پیش از تو نداده است. یکی فاتحه الکتاب داد، الحمدلله، به همه مرضایی فایده دارد، چی دارد، فایده میکنه کسب و خانه که خواه میکنه پیش از خواه کدنش سه دفعه الحمدلله را بخوانه. باز اینی سوره فاتحه، سوره اخیری سوره بقره را که از آمن الرسول به منزله 285 از آیه 285 شروع میشه تا آخرش دو آیت است. لم یوتی ما نبی قبلک فاتحه الکتاب و خواتیم سوره البقره، و خواتیم سوره بقره را ایره برای تو زیاد کرد که به هیچ پیغمبر تا بال ایگف نرسیده است و نکرده است. لن تقرا حرفا منهما الا اوتیته، یک حرفی از او را هم که خواندین او را نمیمانم بدون از اینکه برای شما امو اجرش بتم. پس شما چی میخواین در دنیا؟ کتاب خداست، اینی تو امر میکنه خداوند که شما که خواه میکنین وضو کنین، خواه کنین. اگر وضو بسیار پیرو چی نیستی خیر است، یعنی امی چی رو بخوانین، وضو کنین بهتر است. باز خواه کنین سه دفعه اینه میره بخوانین، بعد از او باز شما خواه کنین. تو بیست که ساعت ما چند است؟ 11 بجه است، خیر است، وقت داریم. این حال ما براتان میخوانم این سوره را، شما ای را باز در قرآن کریم ببینین 285 از آیه 285 و درودم به رسول الله صلی الله علیه وسلم بفرستین. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنمي چيزو را بخوانين بعد از اون اي سورة، إنمي دو آياتي فسان آمده اينا را بخوانين. ده اي آيات چيز آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، خب گوش بگيرين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إيكي ميغا كده ما نوازيكياس یعنی تون اگر که تعمل کنیم این آیه کریمه را می آویم که ایمان اول به الله از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرفته است. اول میگه آمن الرسول. ببینید 600 سال پس از چی
عیسی علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه السلام پس از آن چی ای دین خدا را که هیچ علایم دینی نبود، مردم به کفر و به چی و به چیزا آغشته بود، به این چیزا گرفته بودن، بسیار روزگار بد بود که رسول الله صلی الله علیه السلام در غار حرا می رفت و می آمد و امو جعفر خانم محترمش که او اولین کسی است که دین به رسمیت شناخته. او یک زن است، او یک زن است، مرد نیست. میگه زن های ده تعلیم نخونه. تو رو کی گفته که زن تعلیم نده؟ زن اولین کسی است که با پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان آورد. بعد از او باز یک بچه که حضرت علی است، بعد از او ابوبکر صدیق، چند نفر اولین بار زن بسیار مهم است در زندگی انسان، زن بسیار مهم است در زندگی یک دولت، در فهم و فراست اطفال، حتی در ممالک پیشرفته اول هم زنها تعلیم میتن. من دیدم در امریکا، یعنی زنها به اطفال درس میتن، چرا که طفل با زن خو ارتباطی چی داره؟ یعنی اونا درس میتن. این زنها را قلف میکنن که تو نبرای که تو چیستی. گفتم مردمانی بومی و چی این رقم کار میکنه؟ کار انسانی رقم نیست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، چی معنا داره؟ یعنی اول رسول الله صلی الله علیه وسلم، اول رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرفته است که را به ایمان آوردن و الله سبحانه و تعالی من ربه، از طرف پروردگارش نازل شده قرآن کریم. اول کسی که ایمان آورده از بشر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، از طرف پروردگارش، من ربه. این سوره بقره 285. و بعد از آن میاد ایمان آنانی که میرسد دعوت رسول الله برایشان. ما و شما هستیم، دعوت رسول الله به اونا میرسه، به تمام بشر. و کیست؟ آمن رسول الله من ربی و المؤمنون، کسانی که مؤمن باشند. خب حالا من یک چیز برای شما میگم، یکی اسلام است، یکی ایمان. و قالت الاعراب و آمن. یک روز رسول الله صلی الله علیه و آله بود تو امرای مردمش که اعراب مردمای صحرانشینی دور، مثل ما کوچی ها داریم، کوچی خوب مردم است، یعنی کوچی ها، این آمدن گفتن که به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما ایمان آوردیم به تو. و قالت الاعراب و آمنا، خداوند زود سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیت نازل کرد. و قالت الاعراب قل لم تؤمنوا، بگو برش که شما تا هنوز ایمان نوردیم، ولكن قولوا اسلمنا، بگو ما اسلام شدیم، مسلمان شدیم، لکن هنوز ایمان در ما پیدا نشده. ایمان یک عنصر بسیار مهم است که در قلب پیدا می شود و به کار داره که قلب انسان چی شود، بگیره ایمان، و در قلبت که داخل شد نام خدا. یعنی چی معنی نام خدا؟ تنها نام خدا؟ نه، ما بنده خدا هستیم، حاضر هستیم، به امر خدا پیروی میکنیم، از امر خدا پیروی میکنیم، از او آیتی که خدا نازل کرده از او پیروی میکنیم، یک ذره از او تخلف نمیکنیم. اینی ایمان است که در قلب تو جای میگیره، هنوز جای نگیره در قلب تو، و جان خود را، ما اولاد خود را، مال خود را، هر چی که داریم، خود ما همیشه در راه خدا، در راه دین خدا قربان میسازه. این در این حالت که رسی تو ایمان داری، ایمان خود سر چی نمیه، سر از سوارستی و میگه ایمان آورد و خلاص شد، ایمان پیدا کردی. نه، ایمان این رقم است که کسی که مؤمن باشه. اینجا میگه که آمن رسول ما انزل الیه، آمن رسول ما انزل الیه من ربی و المؤمنون،
و مؤمنان. اول ایمان کی آورده و کی را به مردم دیگر رسانده؟ محمد صلی الله علیه وسلم. آمین رسول. او رسول کی است؟ محمد صلی الله علیه وسلم است. بما انزل الیه من ربه، که او چیزی که به سر از او نازل شد از طرف پروردگارش نازل میشد. او را تحمل کرده انسان نمیتونه از جاش چی میامد چیزای خدا پاک میکرد چیزایش میامد وین ایران میمان که چطور کنم تحمل یک ملک کلانی و یک چی کلامی بسیار قویه که سر ازی میامد سرش عرق هم میامد سر چی هم میامد بازو رو پاک میکرد باز که خلاص میشد بازو رو میگفت به مردم مردم اونجا چای وحی بود حضرت علی رضی الله و حضرت زید بن ثابت دیگه و دیگه اینا نوشته میکردن باز اون رو نگاه کردن که او رو باز در کتاب ها چی کردن فکر شما شد یعنی قرآن کریم بسیار مهم کتاب است بسیار کلان و با اهمیت است کل آمن بالله والمؤمنون بعد از اون مؤمنا کسانی که این می تو قبول کردن که ما براتون دو آیت دیگه خواندم یک آیت دیگه آیت تفسیر میکنه قل لم تؤمنون نگو که دستی ایمان آوردن اینا هنوز ایمان ناوردن ولیکن قولو اسلمنا اینا نو مسلمان شدن آستا آستا اینا را دین نشان بده برش که دین اسلام چیست؟ خدا را بشناسی تمام جان و مال و چیز قربان خداست و خدا را براتان امروز خواندم که چقدر این چی میکنه این انسان که در راه خدا باشد اگر اون کار نکرد لیکن از خدا ترسید و به درجه اول یعنی از جمله نیکوکاران حساب می شود یعنی همه چیز خداوند زیر نظر خداوند است همه چیز والمؤمنون بالله کل آمن بالله همشان یعنی اینا ایمان آوردن آمن رسول ما اونجا علیهم ربیه و بعد از آن میاد ایمان آنانی که میرسد دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم برایشان و آنها مؤمنان هستند. این در سوره بقره آیت 285 است. بعد از آن مزج می شود ایمان رسول به ایمان مؤمنین. مزج می شود. یعنی همه تو ایمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داره همه تو ایمان ما هم داشته باشیم. آیا شما کدام وقت رسول الله را دیدین که قیز بزنه و اوسو بزنه و اوسو بده که مثل صوفیا که امروز میکنه در چی صوفیای طالبا این رای خداست پیغمبر همین رقم کرده در کدام کتاب برمان چال بتن کوکه در قرآن کریم این قدر چی هست که وقتی الله اکبر میگفت در نماز استادی رنگای حضرت امام حسن و چی سرخ میشد بعضی صحابه یعنی ایتو فکر ایتو میدیدن چیزی را خداونده یعنی سرخ میشد رویشون به این دقت و به این چی نماز میخواندن عبادت میکردن که هیچ کس در دنیا او رقم عبادت نکرده نمیتونه غیر صوفیا اینا صوفیا را میکشن کسی که چی بود نامش سلفی بود رو میکشه خب من نمیگم که سلفی این وقت عینی همون سلفی است خدا خودش میدانه اما کشتن خب خدا در قرآن در چند جای میگه که خون انسان ها نریزانه تو که مسلمان هستی مردم ها رو چرا میکشی اما یک نفر که از بندی خانه برآمد و بسیار عالم زبردست خوب بود بیچاره از پیش روی زن اولادش گرفتن و کشتن امو رو خو باید طالبا یک سوال خو میکرد تو ایره چرا کشتی؟ هیچ مسلح هستن که سبحان الله خدا نجات بده ای چی رقم گپ شد بر صورت گپ مد آمن رسول ما اونزی غیم ربیه والمومنون یعنی ایسه مومنون گفتم که به یک دفعه آدم چی نمیشه تا که خوب صحیح ایمان بیاره بعد از او در قلبش در چیش تاثیر پرده او نور میگرده او قلب روشن میشه قلبش در راه خدا
و بسیار خوب است، مثل روح شواری پاک میشه. اول مؤمنون و بعد از آن مز می شود ایمان رسول به ایمان مؤمنین، یعنی ایمان مؤمنین مثل ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم واری باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه رقم عبادت میکرد؟ امو رقم باید بنده چی پیروانشان بکنه، ای خیز بزنه و خیز بزنه و چرتک بزنه، ای در کدام کتاب است؟ ده هیچ کتاب نیست. ها؟ و کل من آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. ما ایمان داریم به الله سبحانه و تعالی، ایمان داریم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک وقت جبرئیل علیه السلام آمد به شکل یک انسان که شدید و سواد البیاد و شدید و سواد الشعر و شدید موی سیاه بسیار مقبول و جان سفید کالا پوشته که او رقم دیگه دیده نشد صحابه نیده او رقم. یک آدمی عجیب و غریب در آمد گفت السلام علیکم، به محمد صلی الله علیه و سلم سلام داد و چی کرد و به همه گی سلام داد. محمد صلی الله علیه و سلم گفت که ما به مثل یک شال پیش روی رسول الله نشست. گفت مل اسلام، اسلام چیست؟ گفت اسلام است که ان تشهد ان لا اله الا الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تصوم الحج و تصوم الحج و اینمی پنج بنای مسلمانی رو برش گفت. اینه که برش گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم دستایش هم در سر یک روایت در سر چیش مانده، پایش یک سر پای رسول الله صلی الله علیه و سلم که مثل یک شاگرد یعنی برای ما بگو. اینه که گفت صدقت، راست گفتی. حضرت عمر رضی الله طرف دیگه صحابه سیل کرد که این کی هست که هم میگه راست گفتی، از این معلوم که خودش خوبتر میفهمه، از پیغمبر که دهی خوبتر میفهمه. ای که تو میگه که مثلا صدقته، تو راست گفتی، خب معلوم خودش میگه خدا کی هستی. باز گفت که مل ایمان، گفت ایمان چیست؟ گفت ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جوابش میگه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ولقد خيره وشره من الله تعالى البعث بعد الموت. وصدقت وراس قلت بعض الصحابي يك طرف ديگه سأل كي كي است ها. وبعض قلت كي ما الإحسان، إحسان چيز؟ قلت كي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. پیغمبر برش گفت ای تو عبادت کنی گویا این که تو خدا را میبینی، اگر تو خدا را نمیبینی خدا خود را میبینه. یا هم گفت صدقت. باز گفت که چی وقت آخرت می گفت ای را من میفهم ایره غیر خدا دیگه کس نمی گفت می آیه، لیکن روزش و چیش خداوند روز جمعه می باشه اما معلوم نیست کدام جمعه. خب این می آیه ای را هم گفت که صدقت. و پیش از اینکه روز قیامت می آیه ای تو یک حالت می آیه که یک زن یک آدم یعنی زنش یک اولادی می زه که او مثل باداری این مادر می شود و این پدر، یعنی او درجه انسانیتی که در اصل خود اسلام است و چی می تغییر می آوه، یعنی بچه سر پدر مادر چیغ می زنه یا چی می کنه، این حالت ها تغییر می خواه. این وقتی نزدیک شدن قیامت است. یعنی خب هر صورت این در اوجا ای تو فهمیده می شود، فهمیده می شود از این گفتار جبرئیل علیه السلام. باز یه آدم می بره پس که وقتی پرسان می کنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کی بود شما فهمیدین،
این میگه نه ما نفهمیدیم، میگه ببیننش. وقتی که میبینن که آدم نیست، باز میگه ای کی بود یا رسول الله؟ میگه ای جبرئیل علیه السلام آمده بود تا برای ما و شما نشان بده که دین را، که دین چی است، ایمان چی است، اسلام چی است، هر کدامش فرق داره. خب این گپ را، خب این معنای از این گپ این رقم بود، کلون آمنه بالله، همه مردم در این آیت قرآن که میخوانیم در اینجا، کلون میگه آمنه رسول ما هنزی علیه ربی و المومنون، مومنون هم ایمان میارن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما مثلا مسلمان هستیم، ایمان میاریم به عیسی علیه السلام، به موسی علیه السلام، به کتابهایش و به تمام رسول ها که هست، بدون تفرق، هیچ تفرق نمیم. تفرق مثلا بد چیز هست که اگه انسان فرق قائل شود که ما تاجک هستم، پشتون رو بد میبینم، ما بسیار یعنی چی هستم که جنگ میکنم، این جنگشان قهر خداست، خودشان از این سبب جنگ کردن روا نیست. این باید که ای تو بگوید که تو هم برادرم هستی، ما هم برادر، تو هم مسلمان، اگر پشتون، تاجک، ازبک، هر کدامتان که هستین، همه با هم برادر هستیم. ما یک دیگه خدا راهنمایی در راه دین میکنیم که برادر این راهی تو راه دین نیست، این راهی تو راه اسلام نیست، تو بیا ما و شما بشینیم، اسلامی که در قرآن است، اسلامی که پیغمبر خدا گفته، ما اونو رو میخواهیم که تطبیق کنیم. از این راه پیش بیارن، نه از راه جنگ، نه از راه کشتار، اینو نکنن که در این راه که نامد بعد از اون باز تصمیم بگیرن که چطور کنن قطعی. خب بر صورت بعد از آن مزج می شود ایمان رسول و ایمان مومنی. بعد از این گفت آمن رسول ایمان الهی من ربی و المومن کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و فرق بین احد من رسول و قالوا سمعنا و اطعنا و غفرانك ربنا و الیک المصیر. یعنی کلون آمن بالله و ملائکته و ملائکه ایمان میاد و کتبی و کتابهای خداوند که نازل کرده همه گیر میپذیره و رسولی بر رسول الله نفرق بین احد من رسول و قالوا سمعنا. وقتی که اونا گفتن سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت میکنیم ای خداوند اقوال تو را، غفرانک ربنا برای ما مغفرت بساز، مغفرت بده برای ما ای پروردگار ما، غفرانک ربنا و الیک المصیر و روش ما آمدن ما پس پیش تو هستی خداوند. یعنی تمامی از رسول و مؤمنین ایمان آوردن به الله و ایمان اول ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و ایمان همچنان از مؤمنان بود بر رسالتی که آورده بود که مؤمنان بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. همینجا که میگه آمنو بالله و المومنون، مومنون هم ایمان آورد به رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایمان پیغمبر برحق است. آن را همین رسول بنابر توضیح فاعل در آمنه بین رسول و المومنین آمنه آمده است. از بعضان جمع میکند آنها را، الله، رسول و مومنین را، سه چیزا، الله، رسول و مومنین را در یک ایمان. و این امر طبیعی است، زیر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورده است به الله اولا و بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانیده است به ما، ای که به ما رسانیده است، ما قبول کردیم، بنابراین ما ایمان آوردیم به الله و به رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از 600 سال از حالت خرابی که در جهان بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ تغییر داد، همه ایمان به الله سبحانه و تعالی آوردن و به رسول الله صلی الله علیه و سلم مزج شد ایمان، که ایمان مردم و ایمان الله یک چیز ایمان بود و گردیده است ایمان ما همان ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. باید ما همون ایمان بیاریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده بود
ما از جان خود قرتک و پرتک بزنیم که اینمی عبادت است، اینمی یک چی هست، یک چیز نو برام. نه، این رقم نیست. اگر صوفیستی اگر از یونان و از اینجا برای تو آمده، بس از پیش قرآن و رسول نه آمده است. و ایمان رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان ماست و این است توضیح قول حق کل آمن. در قرآن میگه کل آمن، همگی ایمان آورده است. رسول الله ما آورده، مردم ما آورده، ملائکه ما آورده، همگی یک رقم ایمانشان است. ایمان همه فرق نمیکنه یک با دیگر، همه یک رقم ایمان دارن، هم در آسمان هم در زمین ایمانشان یک رقم است، عبادتشان یک رقم است. بعد از قصد فرمود اشهد انی رسول الله، اشهد انی رسول الله. این آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم چی کردن؟ او گفت که یک کاری را کرد که او آدم آمد گفت که والا این گپی که شما زدین بلکل صحیح بوده، چون من شهادت می که من رسول خداست، خودش به سر خودش شهادت داد. اگر نه ای گپ که تو زدی ای حق سبحانه وتعالی شهادت می که لا اله الا هو، حق سبحانه وتعالی هم شهادت می لا اله الا الله. اینه کی میگه؟ خدا میگه لا اله الا الله، هیچ معبودی دیگر نیست غیر الله هو، غیر خداوند. مردم چرا به بتا سجده میکنن؟ چرا به پیرا سجده میکنن؟ چرا پیرا را دستش بوسه میکنن؟ زیر پایش میغلطن؟ امینا چی هستن خود؟ هیچ این رقم ها نگفته کسی، نه خدا گفته نه رسول گفته که شما برین ایت کارا را کن. لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو، الملائكة اولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. این ای تاییجا که من نوشته کردم و بعد از این ایجا باز دیگه آیه ای کریم است قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، اموالی که شما کسب کردین و تجارت تخشون کسادها، تجارتی که شما مساکن تردون حب یک من الله و رسول جهاد فی سبیل رب صادیات الله. اگر شما مال دنیا، تجارتتان، مکانتان، جانتان از خدا و رسول که بیتر دارن فترب بساطیات، متوجه باشین خدا غضب خود سر شما نازل میکن، یه غضب ها سر شما میه، آفت ها سر شما میه. یه همگیش علتش نمی چیز است که شما خدا را نمیشناسین، پیغمبر را نمیشناسین، از راه شریعت میبراین، کارهای چی را میکنین. ای چی شماست؟ این ای راه شما خراب است. ای سب سر شما بلاها و مصیبتها و ای چیزا میاید. آمن الرسول، ای خو آمن، آمن الرسول ما انزل الیه من ربه، آمن الرسول اول خو یعنی ایمان آورد رسول با اون چیزی که سرش نازل شده. امی آیاتی که می آمد سرش سر از ایمان آورد که کلام الله است، لله ما فی السماوات، ثم ذکر تصدیق نبی صلی الله علیه و سلم، ثم ذکر تصدیق المؤمنین بجميع ذلك. ببین تصدیق مؤمنین هم کرد، تصدیق رسول الله هم کرد، همه گیره خدا هم تصدیق چی کرد؟ قبول کرد. فقال آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ای صدق، این تصدیق کرد رسول بما انزل الیه من ربه، او که از طرف الله برش نازل میشه یه آیات قرآنی، این تصدیق کرد. صدق به جمیع هذه الاشیاء التي جرى ذکرهم، بیشتر ذکر کردم برتان. و کذالک المؤمنون کلهم صدقوا بالله، همچنان تمام مؤمنین ای تو ایمان آوردن، تصدیق کردن به الله که ما را الله پیدا کرده، ای کتاب را الله روان کرده، به سر پیغمبر ما
و از پیغمبر به ما رسانده و کونهم عباده المکرمین المتوسطین بینه و بین انبیائه فی انزال و کتبه یعنی هر مشتعل شرایل تعبد بها عباده و رسوله و دیگه پیغمبران که روان کرده خدا روان کرده و رسوله رسول هایی که روان کرده و رو خدا روان کرده لأنهم مبلغون لعباده ما نزل إليهم لا نفرقه معناه لا نفرقه يعني بين يكي از رسوله بل نؤمن بهم جميعا ما بتمام پیغمبرا ایمان اگر ما به عیسی علیه السلام ایمان نبیاریم فکر ما شد اگر ما به عیسی علیه السلام ایمان نبیاریم ما مؤمن نیستیم ما به عیسی علیه السلام ایمان نیم و عیسی علیه السلام تو نمیگه که چی باشه همه چیز درست گپ میزنه اینا او رو بچه خدا میدنه او نمیگه که ما بچه خداست مرا میگه خلق چی کرده الله کرده و قالوا و یقول الرسول والمؤمنون سمعنا و اطعنا رسول و مؤمنین به خداوند میگه که ما سمعنا و اطعنا ما درک کردیم به گوش خود شنیدیم و فهم خود فهمیدیم و اطعنا ما فیه اطاعت کردیم و چیزی که در این کلام آمده است در این قرآن آمده است برای اطاعت کردیم و اجبنا دعوتک قبول کردیم دعوتت ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ربنا یا پروردگار که تو هم ما را دعوت دادی به این را که لا اله غیر الله دیگه چیز نگوین میگویم دیگه چیز نمیگم غیر خودتا دعوت غفرانک اینالی تو ما را ببخش لنا غفرانک یا ربنا ما را مغفرت کو ای پروردگار ما را در آتش دوزخ نندازی اینجا بعد از این باز میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها به اندازه وسعش آدم چی میکنه یعنی مشقت و تکلیف زیاد است و این الله سبحانه و تعالی به اندازه وسعش که کار کرده امور برش ثوابش میده لا هم علیه هم اکتساب ربنا تو اخذ این نسینا و اخطانا خدا این دعا رو بخوان ربنا تحمل علینا اسرن یعنی یک چیز شاق مثل که در امتهای سابق می دادن و الامر الغلیظ صعب و شدت العمل کما غلظ علی بنی اسرائیل من قتل الانفس یک جزا بر بنی اسرائیل داده بود خداوند که شما خودتان را بکشید در جنگ می رو خودم می کشید خودم می کشید این عذاب شدید بود بعد از او باز ما تو را می بخشید چرا تو خلاف شریعت کار کردی خلاف امر ما کار کردی بکش خدا باز اونا خدا میکش دیگه را نداشت و قطع موضع نحاز نجاسه این جایی که نجاسه شا ما میشویم اونا میگوشن جرا قطع کو قطعش کو ببر و الآیه تعلم الصحابه ان یطلبوا من الله سبحانه الله یحملهم من ثقل تکالیف و صحابه کرام میفهمن به این گپ که خداوند میگفت و صحابه کرام میگه که از الله طلب کنین صحابه میگفت که از خدا طلب کنین سبحانه که شما را تکلیف سقلی سرتان نبیاره مثل که به امتهای سابق میآورد این وجه که بگه بشوین میگه پاره کنین اما گوشتتان را پاره کنین او سو کنین ای تو سخت گرفته بود سرشان سر ما خو نرمش آمده اونا را ای تو تقلیم ما حمل الامم قبلهم امت هایی که پیش از ما بود ای رقم شد برکت محمد رسول الله ما را ای تو گفت که بشو این جانتان یا لباستان چی نبرین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به مراد به شاق یعنی او که نمیتونه تک انسان او رو انجام بده عذالی بر خداوند میگه که این شاق این مشقت از اثر ما دور که خدا مثل که در امت ها
امتهای قبلی میدادی و عفو عنا، از ما عفو کن از گناه های ما یا خدا، به محوه ها و مسا چیزا و اغفر لنا، اما را از گناه های ما ستر کو و ارحمنا مولانا ولینا و ناصرنا. مولانا یعنی ولی و ناصر ماستی و انت سیدنا و نحن عبیدک، ما بنده های تو هستیم. فانصرنا علی القوم الكافرین، فإن ما را نصرت بتی به قوم کافر. فإن من حق المولى أن ينصر عباده. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال عقب كل دعوة إن هذه الدعوات قد فعلت فلم يؤاخذهم بشيء من الخطأ. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك بأمرشان كي بيكونم كي إنا براه راست كي زي روان شوان بيكون ولا حمل لهم ولا ما طاقة لهم به. اگه چیزی که اینا طاقت نداشته باشه به اون ما اینا را چی نمی سازم. و عفو عنهم، اونا را از عفو میکنم. و غفر لهم، ما اونا را میبخشم که در چیزی که عذاب سخت باشه اگه اینا در راه ما باشن. و رحمهم و نصرهم على القوم الكافرین، اینا نصرت بیتن به قوم کافرین اگه به راه ما برابر ببانن. و الحمد لله رب العالمین. عباد قال بین رسول الله صلی الله علیه و جره این سمعنا قیزه او رو خمه برتان گفتم و قصره. این حال یک آیت دیگه است که لا یجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یعادون من حاد الله. شما این آیت نمیشته کم در دیگه چیست، لا تجد قوما، تو هیچ وقتی تو یک قومی را خداوند میگه نمیافی. یؤمنون بالله هم به من ایمان میاره که ما خدایشان هستم، والیوم الاخر به روز آخرت هم ایمان میاره که سکولارا در ما مرز این در بین می جوان ها میگرده که آخرت نیست این می دنیا هست. این کفار به گوش جوان ها میدازه که اینها کافر شون بگردن از دینشون، باید که اونا را از بین ببرن. قطعی از اونا نشست برخواست نکنن به این رقم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله، محبت میکنن امرای او کسانی که حاد الله یعنی مخالف خدا هستن و چی هستن، دشمنی داره با خدا، یعنی معادات دارن، جانب هیچ خدا را قبول ندارن. باز این بچه میره قطعی از او دوست میشه. این در سوره مجادل است، فکر شما شد آیت 23 میگه من حاد الله و رسوله، و کسی که خدا و رسول دوست داره او رو اونا بد میبینه. ولو کان و آبا هم، اگر چه همی آدمی که خدا رو دوست نداره، پیغمبرش دوست نداره، شما از او دور بگید ولو که پدرتان باشه، او آبا هم پدرتان باشه، او ابنا هم بچهتان باشه، او اخوان هم یا برادرانتان باشه، او عشیرت و قبیلهتان باشه، از این همه که خود دور نگاه کنید. در دیگر آیه مبارکه می فی ایها الذین لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، او کسی که با خدا نیست با شما نیست او را دوست نگیرید. تلقون الیهم بالموده که به امره از اونا دوستی و چی را شروع کنی و قد کفر و به ما جاءکم من الحق، اونا کفر با او چیزی که شما ایمان دارین به او کفر ورزیدن. به امره از اون یک چی بکنین زندگی یک رقم که های های یعنی منتها او کاری که مسلمان به امره مسلمان میکنه او رقم با او نکنه، چه مسلمان با تو در یک راه روان است. این دوباره این ذره یک چیز از اون رو سخت سر ذره بازم برتون میگم. این ذره هم در قرآن کریم است که از همه چی جور میشوانه اتم و چیزا اونا یعذبو عن ربک مثقال، این کدام مشکلی پیش خداوند نیست، همیشه بیان کرده است. این چی هستن؟
بین شما همین آیت بسیار ثواب داره، در شب دو سه دفعه ای رو بخوانین و بعضی آیت های دیگر هم رو بخوانین امراش، چی میشه بعد از اون خواب کنین. بسیار خوابی زیبا. وقت داریم ما نداریم، 11:30 وقت ما خلاص شده. خب بازم اگر شما سوال میکنین برادرها، سوال کنین، این وقت خوب وقت است، یکان سوال و جواب و این چیزا هم خوب است. خب در قرآن کریم این به یک مسئله دیگه میره که اینا میگه بیخی زن در خانه بشانین و چی کنین. ما به قرآن نظر میکنیم، قرآن چی میگه و شما چی میگید. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، به زنها میگه، به دخترها، زنها، به همگیش، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، هیچ وقت زینتی امی بدنش و چیش به کس نشان نمیتزن، مگر الا ما ظهر منها، مگر آن ایسی که از او ظاهر میشه، او رویش است و دستاش تا اینی جست اینی رو گفته. این خود قرآن میگه الا ما ظهر منها، زیرا که او خوب کار میکنه، او مثلا وظیفه میگیره و بعضی کتاب ها نوشته کرده که زنها در جای حسبه است در اوجه بیشتر کار کنه، ثوابش زیاد است. مثلا در چی؟ در از طرف مردم که مقرر می شود که ای اول الامر است و ای مردم اینمی چی هست که راجع به همه امورات اینا گپ می زنن و قدرت دارن، از طرف مردم انتخاب شدن، اینا عمرا هستن، اینا چی هستن، ده ای توی چیزا که از مردم گپ میزنه ای ثواب داره که مردم بیچاره است، مظلوم است، حکومت هایی میه که اونا رو نمیشناسه، فکرم نمیکنه چندان اسلام و چی دلش نیست. میگه یک عالم دیدم نوشته کرده که اگر چیا حق کار میکنن در کارهایی که امورات مردم به او مربوط باشه، در این چیزا اگر اونا مقرر شود، چون قلبی با چی داره، یعنی چیشان بسیار است، لطف چیشان، قلبشان بسیار چی است، ده این جایا که اینا کار بکنه بسیار خوب است برای زنها، و ده دیگه جایا هم کار کرده میتونه. امام ابو حنیفه سه میگه که قاضی شده میتونه، کلانترین قاضی شده میتونه، رئیس الوزراء شده میتونه، این کارا رو میتونه که بکنه، لیکن در مسائل قتل و قتال اینا که عاطفهشان بسیار است، در قلبشان مثل مرد آوری نیست و قلبی از اونا بسیار عاطفه قوی داره، او امر نمی کنه که برو برو به قتل برسون، و ای بسیار برش سخت تمام میشه در عاطفه چی رو داره، نرمش و ای رو داره. شما شد یعنی خاصیت فیزیکی در داخل بدنش هست، ای را او نمیتونه که تغییر بده. در اینوی تو قضاوت ها ای رسمی ای باید عوضش یک کسی دیگه چی شوه، اما دیگه حتی قضا را میتونه که کدام وظیفه ای که هست میتونه که انجام بده، هیچ مشکلی نیست برش، اما انتهاد اینوی مسئله نکنه. امام ابو حنیفه سر میگه زیرا که عاطفه از او بسیار است و چیش کم است، و اما از مردا او رقم نیست، میتونه که کسی که چی کده بکشیشه.
یعنی در مقابل از اونا ایستاد و جنگ کنه و چی کنه و زن به سوتره ورداشتن یا چی اسلحه رو ورداشتن در میدان جنگ ای چی نیست، یعنی چیش نیست. امی عاطفه ازی چون زیاد است تو نمیتونه که کس بکشه و چی کنه، ای قدر بسیار چی نیست مثل مردواری این چیش دیگه اگر به هیچی. ابن عباس ان آن عبارت از روی و هر دو کف دست است که الا ما زهرمه، مگر روی و هر دو دستش ایش باید آزاد باشه، روی و هر دو دستش، زیرا روی و کفین ظاهر می شود از او در عموم احوال، در هر حال باید روی و هر دو دستش آزاد باشد و ممکن نیست آنها با عمل معتادشان زیر فرموده است ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. این آیت بعدی را چی میکنه؟ در کجاست؟ هلو؟ شما گپ بزنید. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. بعد از این آیت می آید وَلْيَدْرِبْنَ، این همی چادر خود را این تو از تو در سرش ببانه که مویای سرش پوچانده شوه، این تو دار بخور از پشت سرش باز بیاره علی جیوب، اینجا جیوب است، ای جای خود پت کنه. چرا زنای مشرکا همی سینه های خود لچ میکردن با مردم؟ حالا مگه شما فکر کنین بعضی مردم ها در ملک های کفر همین سینای زنها لوچس میگرده، هیچی حیب نیست پیششان، در حالی که در اسلام ولی یدربنه بخمرهن یعنی چادرشان. یدربنه در اینجا معنایش نیست که بزنه، یعنی معنایش نیست که مزر محکمتر چادر خود را در بالای سرش نمیتون پرته و دور بته بیاره اینی چیشه جای زینتش اینمی سینه و چیشه است اینا رو پت کنه. این تو اولاد به خبر علا جیو بیهن نگفته که رویش پت کنه، این از یه گفته ولی یضربن به خمر هنه چادر خود را از سرش از اینجا که پیشانیش است از یه دور بده ای تو بیاره باز اینجا اینی جشه چی بکنه پت کنه. این یک آیت قرآنی کریم ولی از رو بخبرن علا جیوبی هن حالی فهمیدین؟ ولی از رو بخبرن هن علا جیوبی هن. این سیم سوره نور آیه 31 است که ما برتان نوشته کردیم. اگر سطر روی و هر دو دست واجب می بود عمر می کرد، چنانچه عمر کرد بس سطر گردن، سطری گردن نگفته بکنین، سطری پیش روی چیزا رو بکنین، اما روی تا نگفته که سطر کنه، چرا که خب برا میره و اگر رویش پت باشه چشمش پت باشه خب میغلطه. یا مامور است، وزیر است، یک چیز دیگه است و ای اگر رویش پت باشه خیلی گم بزنه، خب ای دیسته خود قرآن کریم اجازه داده ولا يبدي الا ما ظهر منها، الا ما او چیزی که ظاهر است و واقعا او سر چیز است رویش است و دستاش تا اینجا است دیگه جانش همش پت است. به خبر هن اگر سطر روی و هر دو دست واجب می بود عمر می کرد، چنان چه عمر کرد به سطر گردن. این میگه او را خود چی میکنی که هیچ از خانهش نبره زن، یا دی کرده یا دی گور، چرا که زن پیدا شده. ای خو گپی مردمی جاهل و نادان است، ما خو از قرآن گپ میزنیم، تا قرآن میره میگه که هیچ مانعی نیست که درس بخونه که رویش پت باشه و درس هم خونده نمیتونه، هیچ کاری کرده نمیتونه. اما اگر مردمی غیر
مشروع پیش روش میه و لچک و چی و چی باز پت کنه روی خدا قطع از اونا چی نکنه یعنی باز در اینجا میگه با مردم میگه که شما پت کنین یعنی چشمایتان یعنی در اینجا چی هست ما آوردیم همه گیشه که مردم هم چی کنه در کجا ما دیمونه این ای کتاب من نوشته که همه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ما از این کتاب احادیث این یک کتاب جور کردیم و ولی چاپ کردنش بسیار قیمت است ما یک کتاب نوشته کردیم و یک رفت و 2000 روپه چیزی کم و متوس جای به جای ما گفتم این خوب بسیار مشکل است که ایره ما چی کنم و اینجا گفتن این اینجا این هم یک کتاب است تقریبا این گفته که اینجا گفته لفظ زر و لازمنا به خمور هن علا جیو به هن این در اینجا گفته آی نزیج از قل للمومین یقض من ابصارهم و یحفظ فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خیر این بسیار آبای بعولتی نیست تمام این چیزا هست 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 تا اینجا که می که میگه هازی و خوب از یه جس حدوث ها با من مصر یه جل محاسن امرات سم یغد بصره الا اخلف الله لو عباده و یجد صلاتها حلاوتها اگر یک آدم به قصد به طرف یک زن سیل کنه ای چشم که به چشم رسید چشم زن یک ذره تغییر پیدا میکنه وقتی که چشم روبروی شد یکی با دیگر یه میگه که اول یه آیت خداوند میگه که مردا به زنا سیل نکنه و زنا به مردا و الذين هم لفروج حول على ازواجهم غیر که به شوهر خود میبینه و قل للمؤمنین یغض من ابصار بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان که یغض من ابصار چشمای خود به طرف زنا نگیره یعنی یک حکومت باید مردم اداره کنه از نگاه دینی که نگو برشان بگه که شما حق نده طرف زنایی که به شما روا نیست در روی سیل کنه چی کنه خلی یقود للمومنی یقود من ابصار و یحفظ و فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خبیر ما یصنعون و قل للمومنات یقضضن من ابصارهن برای مؤمنات هم بگوید شما چشمای خود از دیدن بچه ها مردا و احفظ نفروجه هن و لا یبدی نزینت هن الا ما ظهر منها تمام زینت خود پت کنه الا ما ظهر منها که دستش تایی است و همچنان رویشه الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن باز یه نه خمورهن برتان گفتم که این تو دور بتا على جيوبهن ولا يبدين زين الا لبعولتهن او بني اخوانهن او نسائهن او مولك با اينو كي اشوت با اينو ابائهن ابائي بعولتهن ابنائهن ابنائي بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن اگر پدر و مادرش به این بود که جایش دید یا چیش پروا نداره اما ای که از دیگه کسان اونام پت کنه و مردا هم طرف زنا سل نکنه اما خب گناهی که زن داره که به مرد میرسه و مرد داره که به زن سل میکنه والذین هم لفروج محافظین لعلی ازواجه همه کس به فروج خود را یعنی حفظ بکنه مگه به سر شوهرش و
در سر از او سختی نکنه که مثلا او دعوت بده که ما قیتو خواب میکنم بگه نمیکنم. این راو نیست. احفظ عورت که الا من زوجی که این حدیث شریف است. تمام این چیزهای در این کتاب نوشته کده، تمام این چیزها را احفظ نفروجه نمیگه محمد صلی اللہ علیه چی میگه مطلعه بر اعمال تمام چیزهای الا ما ظاهر منها، یعنی ظاهر نسازن زینت خیش را برای بیگانگان جز آن چی ظاهر است از آن بدون قصد و نیت بد. بلکه گفته است مراد از آن روی و هر دو کف است که عورت نمی باشد. و ابن کثیر رحمه الله گفته است ظاهر نمی سازد چیزی از زینت خود را برای اجانب جز آنچه که ممکن نیست پوشاندن آن که روی و دستش است. طوری که ابن مسعود از او فرموده است زینت دو قسم است. یکی زینت است که جز شدن جز شوهر نمی بیند، مثل انگشتری و کره و کرس و کرس و دیگر زینتی است که اینجا اجانب میبیند و آن ظاهر جامعه آن است و آن باید که بسیار چی نباشد. و بیضاوی گفته است و ظاهرا این مفهوم در نماز مراد است نه در نظر کردن، زیرا تمام بدن زن آزاد عورت است. تمام بدن زن آزاد عورت است. زن آزاد است که زنی که برده است او دیگر هم حکم نه، برای غیر شوهر روا نیست که با آن نظر کنند. وقتی که نظر کرد سر از او چشمش میخوره، سر امو بازی نه مجبور میشه، شیطان است او را چی میکنه. از امی صاحب الله گفته که شما هم نظر نکنین طرف زنا، طرف رویشان، مثل معالجه و تحملشان. ولی ادربن بی خموره هنه علا جیوبی هنه، یعنی به اندازه چادرهای پوشش سر خیش را بر سینه خیش تا چیزی از گلو و سینه شاستشان معلوم نگردد. و ستر کردن است. از عایشه رضی الله عنها روایت شده که فرمود الله تعالی رحم کند بر زنان مهاجر، اول بر این که چون این آیه ولی ادرم خون عجیو نازل گردید، آنها پوشش های را بر خود می پیچانیدن پاره کرده و توسط آن سر و گردن خود را محکم می پوشاندن. این در اون وقت زنها اینمی کارا را می کردن که این تمامی جان خود پت نگاه کنن. وعده صلی الله علیه وسلم من حقوق الطريق، ففي حديث سعيد الخدري انه قال اياكم والجلوس على الطرقات، تسر بازارها لچ پوچ ای رقم باید نباشه، مال مجالس بدون تحدث فيها، قال ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه، قال وما حق الطريق يا رسول الله، قال غض البصر، ده سر را کشیشتن مردم تیر میشه شمایتان طرف خود بگیرن، طرف مردم سل نکن و کف لذا و رد دوستا. این یک دختر تیر میشه و یک جایش میبینی چشم تو رو میبره با تو گناهگار میشی از پشت از ای باز میگه عورت المرد به نسبت رفع جمیع بدن عورت و عصی و مذهب شافی و الحنابله و مالک و ابو حنیفه ما عدا الوجه و الکفه، غیر از روی و هر دو کفش دیگه همه جای بدنش محفوظ است. و لا یبدی نزیر الا ما ظهر من همه که رویش و چی شده اینا و چی هست. خیلی چیزا دیگه و اذا سألتموهن فاسألو من وراء الحجاب، مردم هم زنای رسول الله صلی الله علیه و آله ما سوال داریم، یک رسول الله خو نیست و شما هم زنایش هستین و بگوین که دین چیزی. باز الله سبحانه وتعالی این آیت ها و اذا سألتموهن فاسألو من وراء الحجاب، حجاب در بینتان باشه ای برای شما گپ بزن. مردم وحشی و چی میکنه که خوب نیست و اینا را بند کرد، یعنی با حجاب میتونست که برای مردا یعنی زنان تعلیم بده حجاب باشه. حجاب چیست؟ یعنی ریشه و
وليضربن بخمورهن على جيوبهن چیزاش بود محفوظ میتونست که گپ بزنه به مردم زنای پیغمبر صلی الله علیه و آله به مردم چی میکرد این 12 بجه شد کسی سوال نکرد ما چه استاد هستیم گپ میزنیم سوال نکردین برادرها ما رفتیم دیگه خدا حافظ و ناصرتان یعنی چه وقت ما بسیار تیر شده است پناهتان با خدا الله سبحانه و تعالی تمام امورات دینی ما را به صورت صحیح قبول کنی خداوندا بنده های صحیح ما بسازی ما را در راه دینت قوی باشیم خداوند قبول کنه ای تمام چیزی را که ما میخوانیم و چی میکنیم با شما میگیم اما هیچ کس نیست که جواب ما را بشنوه یا گپ بزنه من نمیدونم که چی برای شده چی گپ شده که مردم سابق خوب داره